و اما خبر آخر سازمان بهداشت جهانی میگوید که افغانستان در حال حاضر با یک بحران طولانی مدت بشر مواجه است و میلیون ها تن در این کشور با فقر یا عدم دسترسی به بهداشت و غذا زندگی می کند. طبق این گزارش نزدیک به 29 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری نیاز دارند در حالی که این رقم قبل از تسلط گروه طالبان در افغانستان حدود 18 میلیون تن بود. از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که کمبود بودجه و کمکهای های بین المللی عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. بر اساس گزارش تازه این سازمان روزانه حدود 24 مادر در اثر بیماری هایی که قابل درمانند در افغانستان جانشان را از دست می دهند. این سازمان هشدار داده در صورتی که تغییری در وضعیت تأمین بودجه برای خدمات بهداشتی به وجود نیاید این تعداد به سرعت افزایش خواهد یافت فشارها و محدودیتهای طالبان علیه زنان از جمله ممنوعیت رفتن زنان بدون محرم به مراکز درمانی و محدودیتهای اعمال شده در کار امدادگران زن که اغلب برای زنان کار می‌کنند، باعث تشدید این بحران شده است در گزارش سازمان جهان سازمان جهانی بهداشت آمده که وضعیت زنان باردار در افغانستان به دلیل عواملی مانند چالش های اقتصادی، تغذیه نامناسب، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و افزایش فشارها نگران کننده است.